با درود و سرود و با عشق به همه شما عزیزان، یک نازنین بانوی ایرانی که پدرش، جدش، خودش، همسرش همه آدم های حسابیان از اتریش به من زنگ میزنه، میگه یه هفته از 10 روز دارم دنبالتم، تولد رو خواستم تبریک بگم. دوست مشترکی داشتیم، حسین رجبی نازنین، که ما رو گذاشت رفت معاون ذات آموزش پرورش. خیلی دلم تنگ شده براش، برای فریدون امیر ابراهیمی، برای حسین رجبی، برای عزیز اثناعشر، برای پرویز اصفهانی، برای محمد پورداد، برای ستار لقایی، برای همین آدمایی که باشون زندگی کردم، دلم یه ذره است کبابه با اون بچه‌هایی که تو ایران رفتن و ندیدمشون. دلم برای همشون کباب، برای عباس امیر انتظام نازنی، برای سیمین بانوی بزرگ، برای ستار بهشتی، مادر نازنین سر مزار زار بزنیم. بذارید برنامه رو اینجوری شروع کنم. مرتضای عزیزم یه کار خیلی قشنگ کرده در ایران و این دردهای هزار ساله ما رو تصویر کشیده با صدای پر از دردش از طریق تلگرام برای من فرستاد. ازی بدید برنامه رو با او شروع کنیم، اول اونو بشنویم، چون جمعه سال روز درگذشت عباس امیرالتزام بود، در سال روز قتل و تعرض به بانو زهرا کاظمی بود و جنایتکار مرتضوی که راست راست راه میره، درجه میگیره، از مقام معظم قاضی میشه، زهر مار میشه، دست میبوسه، نعلین میبوسه. ای داد. یکی از همکارا اشاره کرده بود به نعلین بوسی و دست بوسی، خیلی با هم فرق داره. شما دست پدرتو میبوسیدی، کفششو نمیبوسیدی. مصباح یزدی یک فیلسوف نظامه، وقتی نعلین خامنه ای رو میبوسه یعنی خاک بر سره، یعنی لجنه، یعنی سرش رو توی گند میکنه. این مردک، اون نعلینی که تو توالت رفته میماله به سرش. اما کسی که دست شاه رو بوسید، من نمیدونم، دست بوسی کار خوبی نیست، خیلی هم من بدم میاد. فقط دست پدرم بوسیدم، بازم میبوسم. اما دست آقای خمینی رو هم یه بار و آقای برام شریعت مدیر رو بچه بودم، فکر کردم همین رو باید در دست بوسی. اما دست شاه رو اگر وزیری دولا شد تماسش مماس گرفت، نمیگم کار خوبی بود، با نعلین خامنه ای رو ماچ کردن خیلی فرق داره. گوش بدیم صدای مرتضی رو. چه جونا که دادیم واسه زندگی، توی فصل سیاه بده بردگی، یه عمر که میریم از جانب جا، پر از استرابیم سر قرص ما، یکی توی این راه عزیزش رو داده، یکی رفته تا مرگ با پای پیاده، یکی آرزوهاش کنارش نشستن، ولی تنها کابوس تو دنیاش زیاده، یکی درس و ول کرده چرا کار نیست،
چرا سهمش از نفت جزاوار نیست؟ پارازیت و آه با همه چیز مریض، سرطان تو شهره تو سیگار نیست. یه طرف سفیدا یه طرف سیاست، یه طرف تقیه یه طرف نماز. وای 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 از اون روز بپرسن نکمتون و قضی ها از ما. یه طرف جن خوبا یه طرف گداست، یه طرف بیتال مال یه طرف نیاز. وای 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 از اون روز بپرسن نکمتون و قضی ها از ما. ممنونم مرتضی، بسیار صدا زیباست. هر کدوم از شعرهای منو خواستی بهت میدم بخون، هر کدوم. بسیار صدات زیباست. این صدا صداییست که میتونه مردمو تکون بده. منو تکون داد، اشک منو در آوردی. درود بر تو. و اینقدر کوتاه بود مرتضی عزیزم. شعر بهت میدم، با بچه ها صحبت میکنم، میخوای آهنگ برات بسازن یا خودت بساز، پخش میکنم برات. حضورتون عرض کنم هفته عجیبی بود، هفته عجیبی بود. پهلوان پنبه های سپاه اسلام ناب پوزشون رو انگلیس ها به آب مالیدن، رفتن نفکش انگلیسی رو دروش بگیرن، دو تا گلوله در رفتن فرار. گفتم براتون اینا رویارویی بشه سوراخ موش و به 1 میلیارد از اون پولای دوزی میخرن. همین شکم گنده هاشون، بخوز این گنده ها، فرمانده ها، سلامی، ملامی، جلامی، اینا همشون. و اینها خیال میکنه، اربابشون هم چنین خیال میکنه که بله ما انگولک میکنیم، سیخ میزنیم، پولا میزنیم، بعد میریم اون برای کوچه وامیستیم، میگیم حالا بیا. این بچه پررو ها براتون گفتم، اون قدیما تو محله های جنوب تهران بچه پرروی مثلا 16-17 ساله تازه لبه سبز شده بود و شب قبلم پذیرایی کرده بود از بعضیا، میمد سر کوچه وامیستاد به اون سرلات کوچه که گردن کلوف بود، مثلا به نمیدونم ناصر خان جگرکی، ناصر میرفت اونجا وامیستاد، حسن خانی، ناصری دیشب خوشت اومد حالت بد دادم. ناصر چی بگه؟ بیا تو گوش این بزنه، میگن تو گوش این بچه فلان زده. اگه سکوت کنه فردا میاد در خونش عربده میکشه. اینه که دنیا یه مقدار با این لات بچه پر روی جمهوری اسلامی تحمل کرد. حالا گفتن عیب نده، اشتباه بلان بذار 150 تا کشته نشه. یعنی اون ترامپی که مسخرش میکنن، همکاران بنده به خصوص در امریکا تو هر برنامه یه نیشی بهش میزنن، در حالی که در پرتو همون آدمی که میگن دیوانه است و نمیفهمه، وضع مالیشون بهتر شده، آسوده دارن زندگی میکنن، کاری ندارم. من از اپروچ ترامپ خوشم نمیاد. من رئیس جمهور محبوب و منتخب برای من کلینتونه. بیل کلینتون نماد یک انسان وارسته بود، همه قولایی رو که داد انجام داد، به فلسطینیا، به رابین، به همه، به ایران. خاتمی در رفت با حرف خرازی، ولی رابطه ما برقرار شده بود. اوباما دودوزه بازی میکرد، گندم نمای جوفروش بود، ادا در میبود، ولی ترامپ خودش همینی که هست بودور که واردی. ترامپ و احمدی نژاد رو باید توی ترازو گذاشت، همینجوریه. حالا کاری ندارم. این آقا ولی از همه بهتر این رژیم رو شناخته، خیلی خوب شناخته. حالا همکارای من هر کدوم میان یه مهمون دعوت میکنن، دو تا خودشون میگن، سه تا هم مهمون. مهمونم نخواد بگه به زور دهنش میکشه. ایران فرداست آزاد، همه میتونه حرفشون رو بزنن. توقیف من نمی کنم. اینجا من سانسور ندارم. ادب رعایت بشه برقرار.
یکیشون یه بار یه اشاره کرد بی ادبانه بود در آوردم. بی ادبی رو تحمل نمی‌کنم، دروغ و اتهام بی اساس رو تحمل نمی‌کنم، ولی واقعیت اینجا گفته میشه به هر زبان. انسان‌هایی هستن 180 درجه با من در اختلاف عقیدتی هستن، حرفاشون رو میزنن. به اقرار خودشون من یک بارم سانسور نکردم، حتی تلفن رو بر نداشتم بهشون تذکرم بدم که آقا اینجا رو اشتباه کردیم. بنابراین ما داستان سانسور نداریم. اما این آقای ترامپ این رژیم بچه پرو رو خوب شناخته و هفته گذشته یه دونه تو پوزشون زدن. اینا برگشتن گفتن بله ما 4.5 رسوندیم درجه غنی سازی رو و میریم جلو، ما دیگه 10 روز دیگه وقت میدیم. مشاور آقای رئیس جمهوری فرانسه تشریف بردن تهران، با آقای علی شمخانی اول نشستن حرفاشون زدن، بعد رفتن با آقای روحانی حرف زدن، بعد با جناب آقای ظریف که روز به روز نفرت آورتر میشه صحبت کرد. هرگز باورم نبود ظریف اینجوری سقوط کنه. رو دست خرازی زد. صد رحمت به حاج منوچ، صد رحمت به حاج منوچ، صد هزار رحمت بر علی اکبر صالحی که وقتی وزیر خارجه بود یه مصاحبه مطبوعاتیشو گوش میکردم، به 3 زبان فرانسه، انگلیسی و عربی حرف میزد. پرفکت، پرفکت، معقول، متین. این آقای ظریف ظاهرا قرار بود بهترین باشه. بابا صدر احمد به ولایتی موقعی که وزیر خارجه بود، این شده مثل رئیس دسته سینه زنای چاله خرکشی، این اونا حرف میزنه، لاتی حرف میزنه. پسر قزاونه به انگلیسی روزه میخونه، اینم به انگلیسی پرفکته. دانشگاه کولومبیا، دانشگاه هاروارد، لاتی حرف میزنه، وکبلری اونه ولی لاتی. آره بابا ما هم میزنیم، چونه خورد میکنیم. آقای محمد جواد ظریف ظرافتشو فروخت، دنیا و آخرتشو با یه دستمال پیشکش آقا کرد، نتیجهش هم این شد. واقعا شکری رو میبینه وزیر خارجه مصر رو، شأن و شخصیتش رو میبینم، وزیر خارجه اردن رو میبینم، و ناصر جوده که بود اصلا حزم میکرد آدم، وزیر خارجه کویت. هفته پیش جارالله معاون وزارت خارجه کویت رو دیدم، چقدر متین، معقول، با شخصیت. همین آقای بن علوی، همین آقای بن علوی وزیر خارجه بحرین، وش خالد آدم حساب، وزیر خارجه سعودی، اصاف، دکتر اصاف که اصلا مرد برجسته، آقای جوبیر هم همینطور، وزیر خارجه پاکستان، وزیر خارجه عراق آقای حکیم، وزیر خارجه افغانستان، و اون وقت مال ایران. در رابطه با برنامه جمعه پنجره رو به خانه پدری، دکتر میرزاده عزیز و جناب دکتر کردوانی که بسیار برنامه پرباری، واقعا همینجوره، نکته ای داشتم خدمت شما عرض کنم. من متولد 62 در تهران و ساکن کرج هستم، 37 سالش، 38 سال که البته محل کارم همچنان تهران، یا 36 سال تهران بوده و هر روز در رفت آمد هستم. دکتر کردوانی در برنامه فرمودن دوستانی که میگویند جنگی در نخواهد گرفت، خیال مردم را آرام کرده و مانع شکل‌گیری جنبشی در برابر جنگ خواهد شد. اما
متاسفانه باید عرض کنم که هیچ حکومتی چنین مردم عامه و کف خیابان ایران را از عشق وطن خالی و حب وطن را به بیخیالی نمیتوانست تبدیل کند جز جمهوری اسلام. متاسفانه در کلام جامعه هر روز شنیده میشه که این ترامپ پدر اینا رو در میاره، کار اینا رو تموم میکنه و این نکته به انفعال حداقل بخشی از جامعه دامن میزند که ملتی با تاریخ و تجربه جنبش های فراوان چنان اسیر در مشکل معیشت خود، آن هم به صورت روز به روز گرفتار شده، یک روز هم نمیتواند جز برای حل مشکل شخصی و معیشتی به مشکل ملیش که خود منشأ مشکلات معیشتی و شخصیش هست اختصاص دهد. تا امروز در ایران بی‌نظیر بوده که نسلی از عوام مملکت نگران حمله خارجی و تعرض به خاکشان نباشد و حتی گاهی بشنوید که تجزیه ایران هم برایشون مهم نبوده، بلکه اگر آن هم منفذی برای نفس کشیدن و آرامششان باشد دیگر ایران مهم نیست و گویا نسبت به خاکشان احساس مالکیت نمی کنند. مردم داخل ماشین‌های ما تمیز است، زباله وجود ندارد، اما هرگاه زباله دستشان باشد آن را در خیابان می‌ریزند، چون حس مالکیت فقط نسبت به ماشینش است و خاک و خیابان انگار ملکی است که در اجاره آن نشستند. این وظیفه سنگین است به دوش شما. آتش این عشق فراموش شده به زیر خاکستر را بدمید و دوباره شعله ور کنید. عزیزم چقدر زیبا بود نامت، چقدر نامت زیبا بود. این نامه نوشته یک انسان متفکر 36 ساله است که اینقدر درک قوی و قدرتمندی داره و درک میکنه و میبینه که اوضاع در چه حاله. هموطنان من، ایران در خطر است، ایران در خطر نابودی است. عامل این خطر فردی است به نام سید علی خامنه ای و افرادی بوزینه هایی از نوع این سران سپاه که برای خوشامد او دروغ می بافن. تمام موشکاشون خوراک 20 دقیقه است. این ادا اطفارایی که در میارن خوراک 20 دقیقه است. گیرم که یک موشک زدن به دبی، اصلا جمیرا رو خراب کردن. در ایران دیگه جمیرایی باقی نخواهد. 20 تا 30 تا مرکز تولید برق داریم، ایستگاه تولید برق. در 12 دقیقه اول جنگ همش نابوده. ایران میره در خاموشی، شمع به دست. طرحی که برای ایران کشیدن طرح خطرناکی است. اگر شما نجنبید، آقای سید علی خامنه ای و همراهانش بالاخره فرار میکنن، میرن مسکو، میرن اونجا هم سرشون میکنن زیر آبگاهی ندارن، یه سوراخی میرن یا هم میمیرن یا هم سرنوشت قذافی نصیبشون میشه. اما این ملت ما هنوز تا این عمامه رو یه درصدش فکر میکنه این عمامه نایب امام زمانه. عمامه چلواره، این چلوار از قم میخرن، یه مغازه از یکم براشون درست میکنه لباس قباشو. اون زمان رو 2000 تومن میگرفت خوباشو، حالا لابه 2 میلیون میگیره. هیچی نیست، نه مقدس، من دماغش هم باش پاک میکنه، نه مقدس، نه امام حسین، نه امام زمان، هیچی نیست. وسیله کلاشیست. اونهایی که آدم بودن، درست بودن، خونه نشینن، سرفرازی وار رفتن، مجد دین محلاتی وار رفتند، حسین خادمی وار رفتند، منتظری وار رفتند. گون که منتظری یک جرم بزرگ داشت، ولایت فقیه، ولی خادمی نداشت، شریعت مداری نداشت، حاجا احمد خونساری نداشت. بله، من
هشدار میدم دوباره بهتون، وضع بسیار خطرناکی است. رژیم در صدد نابودی ایرانه. لابد برنامه جمعه منو دیدید. در اون برنامه راجع مذاکرات کردها با رژیم گفتم، بحث مفصلی هم بود، امیدوارم یک بار دیگه برید ببینید، ببینید ما کجا داریم میریم. من مدافع ترین مدافع اقوام ایرانی بودم، حالا کردها چون همسر کردم دارم شاید بیشتر، در طول تاریخ زندگیم از روزی که با قاسملو دست دادم تو کردستان تا امروز بهشون وفادار بودم و خواهم بود. و این داستان مذاکرم براتون تشریح کردم. من از سربریدن دوباره میترسم. هیچ وقت مذاکره خیانت نیست، به شرط اینکه بدونی چی داری میگی، به شرط اینکه شاهد داشته باشی. عرفات با رابین هیئتشون رفتن در اسلو مذاکره کردن، یکی از بهترین قراردادهای صلح رو نوشتن. دار و دسته های هوادار نتانیاهو رابین رو کشتن تا اون قرارداد رو جلوشو بگیرن. اگر یه فلسطینی این کار کرده بود تا قیام قیامت میگفتن اسرائیل دنبال صلح بود، فلسطینی ها نگذاشتن. اما خودشون که حالا بودن صداشو در نمیاره. به هر روی حالا راجع به اینا صحبت کردم، تکرار نمیکنم. از این چند تا پیام شفاهی بشنویم. اول سلام و درود به شما زحمتکشانی که روزین ایران فردا، آقای نوریزاد، آقای جانمیه، انشاءالله که همیشه شاد و موفق باشید. مردم و ملت ایران عزیز، مردم روشن فکر ایران بدانند که این رژیم جمهوری اسلامی اگر بهونه ای مثل آمریکا و اسرائیل و تحریم را هم نداشتن، ما ملت زندگی خوب و کشور شاد و آزاد و آبادی نداشتیم و نخواهیم داشت. چرا که ادهی بر ما حکومت میکنند که نه ایرانی دیدن و قرار است نه ایرانی در ایران بمانند. اینها برای آبادی کشور نیامدند، آمدند تا با پول نفت و سرمایه های ملی ایران این کشور عراق و سوریه و لیبی و فلسطین را یاری کنند و آباد کنند. از همون اول انقلاب در جلسات شوشن نوید را تعلیم کردن، همیشه تأکید می کردن که با مخالفان از توهین به اسلام و پیامبر و انبیا استفاده کنند، با مردم با خشم و خشونت رو به وحشت رفتار شدند، مردم و ملت را محتاج و گرسنه نگه دارید تا سرشون به فکر گرفتاری و بدبختی خودشون باشد. چرا که خیلی زود مردم میفهمند که عده بیسواد و دروغگوی و خرافاتی عهدهای کیمیایی جایگاه امثال محمد رضا شاه را گرفتند. اینها نه به فکر مردمند و نه به فکر کشور هستند. در ضمن مردم عزیز، مرد بزرگ با شرف و تنسرش مردم دوست آقای محمد نوریزاد را یاری کنید، فایل هایش را دنبال کنید، بیشتر او را بشنید. تموم شد وقتشون، سپاسگزارم. یه پیام شفاهی دیگه هم بشنویم. درود بر شما، از ایران تماس میگیرم. میخواستم بگم که در شرایط فعلی که الان آمریکا تو منطقه قرار گرفته، دقیقا متوجه میشیم که هر چیزی که نظام جمهوری اسلامی گفته دقیقا برعکس شده. جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز رو میبندن، بلافاصله آمریکا اومد و تنگه هرمز رو نه اینکه ایران نبست، نتونست کار دیگه ای بکنه. در رابطه با مسئله عراق و سوریه میبینیم که در واقع بلافاصله که وزیر خارجه آمریکا میره عراق، برنامه‌ریزی میکنه و نیروهای حشد شعبی رو کاری میکنه که در واقع در ارتش عراق مستقر بشن و چی وابستگیشون به ایران قطع بشه. و مسئله سوریه که اعلام کردن که ما اگر آمریکا کوچکترین حمله‌ای بکنه
و باش برخورد شدید میکنیم. چند روز اخیر میبینیم که آمریکا اومد، اسرائیل دقیقا حمله کرده به سوریه و اینا هیچ گونه واکنشی نشون ندادن. من میخوام به جرأت بگم که در واقع اگر اجازه بدن، ترامپ خیلی راحت داره برنامه‌ریزی میکنه که این رژیم در واقع با اون حرکتایی که توی 40 سال انجام داده دستش کوتاه بشه و روز به روز دقیقا عملکردهای ترامپ رو شما متوجه میشین که در جهت منافع مردمه و فقط به شکلی که اپوزیسیون خارج از کشور و داخل ایران با اصلاح طلبا و جریاناتی مثل حجاریان و دیگه افراد دیگه مثل عباس عبدی همکاری نکنن و با اکبر گنجی، مطمئن باشین تمام اینا وابسته. دوست من، اولا چرا اکبر گنجی رو با آقای عبدی یه جا میذاری؟ اکبر گنجی بیچاره در خارج کشوری داره صبح تا شب می نویسه و مریض، بیمار، گوشه خونه افتاده تفلک، آثار اون شکنجه ها اتصاب قضا ظاهر شده. خدا شاهد دو هفته یه بار که با هم حرف می زنیم واقعا دلم می گیره تفلک. داره همش هم تحقیق میکنیم می نویسه. اونو با عبدی قاطی نکنیم قربونت. چه بگویم عزیزم، چه بگویم که ماها همه گرفتار، ما گرفتار بدبینی ها و اون مسائل و مشکلات خودمون شدیم، قضایا رو خیلی روشن نمی بینیم. آقای ترامپ نباید ایران رو آزاد کنه، شما باید بلند شید بعد آقای ترامپ نذاره رژیم شما رو بکشه. در جنبش سبز اگر این آقای باراک حسین اوباما ذره انسانیت و ذره مهر به مردم ایران داشت، روزی که ندا آقا سلطان رو کشتن با آقای خامنه ای رابطه مبادله نامه عاشقانه نمی کرد. دوستت دارم، عاشقتم، خدا گواهه، این آقای ترامپ بود. ما اگر یه ملتی باشیم که به پا خیزیم، آقای ترامپ حمایت میکنه، دنیا حمایت میکنه. رژیم جمهوری اسلامی بی آبروتر از اون که دولتی بخواد توجیهش کنه، به خدا عراق هم بهش پشت میکنه، همین لبنان هم پشت میکنه، برای که رژیم آبرو نداره. امضای سید روح‌الله مصطفوی بوده، سید روح الله ابن کذاب ابن کذاب ابن کشمیریه که حالا گشتن خمینی اسمش، از اول دروغ گفت. خدعت ابن خدعت ابن خدعه خدعه پسر خدعه نوه خود، یک کلمه اینو راست نگفتن. آقا این مرد به افسرهای ایران گفت به ملتتون بیا با خودتون، اومدن سرشونو برید. ری شهری و خلقالی قاتل رو فرستاد گردنشونو بیدن سرشونو ببرن. این مرد انقدر ناجوان مرد بود که هزاران بچه ایران به قتل رسوند، جانشینشون هم که اومدن افتتاح کردن، سر بختیار، سینه قاسملو، کاک عبدالله قادری، سروش کدیبه، دکتر الهی، فریدون فرخزاد، یاران میکنوس، صادق شرفکندی و یارانش، دهکردی و اردلان، همجور بقیه بشمرو برو، مظلومان، اینا بودن. اینا کاذبند، حقبازند، دروغگویند، شرافت انسانی رو قورت دادن، حرامیند، دزدند. ببخشید من عصبانی میشم چون میبینم این کاری که اینا دارن میکنن، تمام تلاش اینا اینه که این ایران خانوم رو تیک پاره کنن. آقای خامنه ای ممکنه تو لوله همون مثل قذافی سرنوشتش بشه، اما بالاخره قذافی هرچی بود رفت، هنوز یه جنرال هفتری هست، یه سراجی هست، بالاخره لیبی رو دارن تلاش میکنن یکیش کنن، بالاخره عراق یه جوری سرپا موند. ولی شما دارید میرید که ایران نابود بشه.
پاکستان چارچنگولی نشسته، ترکیه چارچنگولی نیست، همین عراق، شط العرب همین عراق، آذربایجان، ترکمنستان، همه چارچنگولی نشستن که ببلن. درنگ کوتاه ببینیم تبریز. آخه شماهایی که میایین میگید ملیت ها حق تعیین سرنوشت، بچه های تبریز اسم ارکسترشون رو میذارن رودکی. گوش بده. درود، درود، هزار درود به شما نوباوگان وطنم. آفرین، آفرین. ولی دیگه تبریز همیشه باید یک شگفتی هایی داشته باشه دیگه. ارکستر رودکی کودکان تبریزی به این زیبایی. به 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 علی آقا دست درد نکنه، خیلی حال کردم. حضورتون عرض کنم که در صفحه 3 یکی از پیام ها رو با هم میخونیم. آقای نوریزاده، اجازه بفرمایید چند نکته دیگر در مورد آقای مصدق و همبندان و دلباختگان ایشان بگویم. شما فرمودید مصدق دل خوشی از قاجارها نداشت، اما حتی به فرض درست بودن این موضوع نمیتواند بیانگر پاکی و صداقت و وطن پرستی ایشان باشد.
کمان که آقای کروبی و موسوی هم دل خوشی از جمهوری اسلامی ندارد. درجه دوم آقای مصدق دست کم میتوانست از مناسبت حکومتی کنار گرفته و مانند یک فرد عادی زندگی کنه. فرمودید نباید از مصدق متنفر بود، در حالی که مصدق و همچنین اخلاف ایشان در جبهه ملی با پروبال دادن به اسلامیسا و تودهی ها و همدست شدن با آنها آنچه را بر سر این کشور آوردن که امروز میبینید. و سوم این که هنوز و کماکان تودهی ها و اسلامیسا و عاشقان و دلدادگان به مصدق هنوز در زیر لحاف جمهوری اسلامی میخوابند و به خانواده پاک و ایرانساز پهلوی دروغ میبندند. برای نمونه آقای هاشم خواستار که بسیار مورد وثوق شماست از اعضای مجاهدین که پرونده خیانت و خودفروختگیشان بر سر قرار کودک آشکار است، در جمهوری اسلامی علنا برای مجاهدین تبلیغ میکنند و آنچه لایق خود اوست به خاندان پهلوی نسبت میدن. عزیزم به این میگن مغلطه و شما مغلطه بسیار کردید. اولا چون مصدق از خاندان قاجار دل خوشی نداشت بیرون میمد. برادرم 16 سال در دوران پهلوی اول رفت خونه نشین شد، قرارم بود سر زیر آب بره. محمد رضا شاه پهلوی محبت کرد، پادرمیانی کرد، به تقاضای پسرش مرحوم غلام حسین خان، دکتر غلام حسین خان، زمینه انتقال ایشون رو به احمد آباد فراهم کرد. بعد از جنگ جهانی دوم ایران نیاز به مردی چون او داشت، به یک انسان ملی وطن پرست. آقا با مصدق مخالفی، با سیاستاش مخالفی، این واژه خائن و اینا چیه میگید آخه؟ ملی ترین رهبر ایران بود، آخه چه میگه خائن؟ یه متر و معیاری برای خیانت بذارید. خمینی خائن بود، جانشینانش خائنن، مصدقو در اونجا میذاره. کجا مصدقی ها زیر لحاف جمهوری اسلامی میخوابن؟ چقدر زندان رفتن؟ امیر انتظامو دیدین سرنوشتشو؟ چند دفعه کوروش زعیم، عیسی خان حاتمی، موسوی اینا برن زندان و بیان بیرون. آه بابا انصاف داشته باشید. هیچ وقت آقای هاشم خواستار به عنوان یک عضو جبهه ملی و مصدقی معرفی نشد، اصلاح طلب بوده ایشون. ببینید موضوع ها رو قاطی نه. خدا رحمت کنه شاه رو، ای کاش این نوشته من و هوشنگ توضیح بیاره رو صحنه، این شاه و مصدق این بحث پایان بگیره، این بحث پایان بده. مصدق لحظه ای که می مرد تمام عشقش ایران بود، تمام آرزوش عظمت ایران بود. یه تصویری داره من توی اتاقم هست، پدرم همیشه اونو گذاشته بود، از پشت داره میره، اصلا صورتش هم نمیبینیم. این تصویر برنامه شاهید که آخرش توی شانزلیزه میره، چرا من متأثرم؟ همیشه یاد اون تصویر میفته. مردی میلیون ها انسان عاشقش بود، تنها ما مردم، ببخشید بوقلمون صفت بعضیمون، صبح میگفتیم یا مرگ یا مصدق، بعد از ظهر مصدق رو زدیم زمین، با قوام سلطنه همین رو کردیم، با محمد رضا شاه همین کار رو کردیم. روزی که شاه رفت عکسش رو پاره کردیم تو اسکناس، اومدیم تو خیابون، دیو چو بیرون رفت فرشته در فرشته اومد، خدعت ابن خدعه کشمیری اومد تا پوست از سر هممون بکنه. نکنید با بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان به نیکی نبرد. نبرید نام بزرگان رو به نیکی نبرید. مصدق، محمد رضا شاه،
سهم تاریخ هم مصرف الممالک، معتمل الملک، فروغی، اینا انسان و از همین عکس. آخه عکس پروانه جانم هم هست. اخوان زیر این برای بابام نوشته بود دیدی دلا که یار نیامد، اسب آمد و سوار نه. یه پیام شفای رو گوش بود. آقای نیروزاده عزیز سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. عرضم به حضورتون که در مورد آقای ناصر شاهین حد باستم صحبت کنم. من به صورت اتفاقیشون رو سال 2016 توی یکی از برنامه های شما دیدم. از اون روز تا الان فکرم تمام 120-130 تا برنامه که داشتن رو دیدم، خیلی هاشم تکرار دیدم چندین دفعه. و از این پشت تلفن میخوام با همه کسایی که برنامه شما رو میبینن دعوت بکنم همه رو که شروع بکنن برنامه های ایشون رو دنبال بکنن. ایشون علاوه بر این که آشنایی بسیار خوب با تاریخ داره، بسیار بسیار بی‌غرض هست و این بی‌غرضی در روایت صرف برای من بسیار جالب بوده. دست مریضات اگر فقط برای همین یه دلیل باز از شما و تلویزیون شما متشکر بود، من اینجا وظیفه خودم میدونم که این تشکر رو بکنم. خواهش میکنم اگر امکان داره یه ایمیل ازشون توی برنامه خودتون معرفی بکنید. من یه سری نظراتی دارم در مورد کارشون برای مدون کردن و همچنین مارکتینگ این کار که بسیار بسیار کار ارزشمندیه. و سومین خواهشم هم از شما در مورد آقای شاهین‌پر اینه که ازشون بخواید که ادامه بدن، مخصوصا الان که دارن یواش یواش میرسن به دوران رضا شاه کبیر و بعد از اون حتما دوران کودتای 28 مرداد. برای اینکه ما 60 ساله که تو این برهه تاریخ گیر کردیم و برای شخص خود من مهمه که از زبون یه نفر مثل آقای شاهین‌پر بدونم که واقعا چی شد اون سال. ازتون خواهش میکنم که ادامه بدین این برنامه خوب و من بی‌صبرانه منتظر روایت ایشون از ماجرای 28 مرداد هستم. باز هم سپاسگزارم از اینکه این برنامه و این تریبون در اختیارش می‌ذارید. امیدوارم که روزگار عزت و سلامتی همه شما مستدام باشه. قربانم. سپاسگزارم دوست من. ممنونم. ناصر انسان وارسته است. ناصر بله 48-9 ساله با هم دوستی زندگی ها کردیم از اون روزگار نوجوانی. ناصر از من خود بزرگتره ولی با هم بودیم خیلی. تمام قصه هاشو برای من خونده مثل احمد محمود. بله سنگ صبورش بودم. یه وقت ناصر خودش به تنهایی بنگاه کاریابی بود، هر کدوم از بچه ها بیکار بودن میبردشون گروه سنتی بشه. یه آدم وارسته، یه آدم انسان، یه آدم دوست داشتنی و یک روشنفکر به تمام معنی واقعی و ملی و ملی. ممنونم دوست من. من خوشحالم خوبان همه جمعن. خودم از اول هفته نگاه میکنم دونه دونه نگاه میکنم، میبودی میاد میره، بعد پشت سرش نگاه میکنم کاردان میاد، اسدالله میاد، بعد آقای فروزنده میاد، دکتر لاجوردی میاد، آقای عباس زاده میاد که واقعا محال یک روز برنامه عباس زاده رو من فراموش نکنم. شاهید زحمتکش با برنامه‌اش. بهنام میاد گزارش کوتاه ولی زیبا برنامه‌اش رو ارائه میکنه. ماکرون کردا میاد، بعد برنامه ایرج جمشیدی میاد. همجور نگاه میکنم میام جلو. محمد صفریان با همه مریضی سختی یک بار وظیفه‌شو از سر نگذاشته. لیلا سامانی. بعد میام دونه دونه نگاه میکنم. از اون طرف برنامه های هنریمون، برنامه های فوق‌العاده‌ی هفت اقلیممون، برنامه‌ای که واقعا شما دوست دارید. واقعا بهتون میگم دونه دونه من نگاه میکنم، یعنی برنامه تلویزیون همش رو من میبینم و اتاق فرمان به من بگن چیا رو جا. ایرج ادیب‌زاده برنامه خودش، برنامه ورزشی بسیار خوبی که داریم که
خیلی جالبه، این دوستمون مسئول برنامه ورزشی حکایتی است. من سرما خورده بودم، تلفن زد، خدا بد نده چی بودم سرما خورده، آنفولانزا شدم. دو ساعت بعد، آقا آب لیمو یادتون نره چشم. سه ساعت در لیمسیب یادتون نره، امیر خسروجردی ورزشم یادتون نره به چشم. حضورتون عرض بکنم، باز نگفتم، باز هنوز مونده، گرد آفرید بانوی شاهنامه من، چه اسمشو بذارم؟ اسمشو بذارم گرد آفره. بله، نوید محمدزاده که دیگه الان همه رو ورزشکار کرده، همه رو. دکتر محمود کویر که میبردمون در قلب تاریخ رو برمیگردونه. بعد ما یه تهیه کننده داریم، شاعرم هست، پومن، هم شعر میگه هم تهیه کننده برنامه روزانه بنده است، یعنی یکی از مشکل ترین کارا. هم غیر از اون برنامه شما ایران فردا، بعد یه تیمی هستن در ایران که این بچه های کارایی میکنن که واقعا کاراشونو من دوست دارم، از برای شما خوانده ایم، گزارش فنی، نمیدونم چیز، اون برنامه سینما، برنامه شاعران، سازهای ناکوک، دردای اجتماعی رو میان بررسی میکنن. بعد هفت و نیم روز جمعه رو که من خیلی دوست دارم، این عروسک خانم میاد میشینه با همکارش در همین نزدیکی با شما. بعد بر پیشانی تلویزیون هادی خرسندی، مرد اول طنز ایران، ایرج میرزا، گاهی به خدا میگم بالاتر، بعضی شعراش، اون کرگدنش، اون ایستگاه بنزینش، یک چیزایی داره هادی. بعد این یادداشت‌های اخیرش معرکه است، علمدار، خیلی قشنگه. خوب عباس پهلوان نازنینم هم تو فردوسی چاپش میکنه، مکتوب دیگه اونجا بالاخره در یه مجله جمع میشه. عباس خیلی کار سختی داره. شما ببینید در این سن و سال این همتی که این مرد کرد اسم فردوسی رو نگه داشت و اصل جان عزیزم که همراه همسرش با چه تلاشی نگذاشتن چراغ پدر خاموش بشه. ناهید رفت، ناهید نازنین که مادر و خواهر همه ماها بود، سنگ صبور ما، رفت. اما تصویر ناهید هست، مجله فردوسی هم هست، عباس نازنین هم هست، اصل و همسر عزیزش. البته پونه پدر سوختم هست، بهش میگم مثل بچه‌مه در پاریس، و دخترش چقدر زیبا شده و همسرش اونا در فرانسه هست. و دیاکوی عزیزم و رضای نازنینم، فرزندان عباس، و همشون درود میفرستم، اینا عزیزان منه. چند روز پیش یاد تقی مختار افتادم، اونیز در زندگی من یه نقش جالب داشت. روزی که ما رو ممنور قلم کردن فردوسی، همه ما اومدیم بیرون، تقی مختار مجله فیلم رو در آورد، با بهروزیان عزیز رفتیم پیشش، همون اول دو صفحه به من داد، بعد شد چهار صفحه. ممنونم تقی جان، من هیچ وقت این چیزا یادم نمیره، من هیچ وقت علی اکبر صفی پور یادم نخواهد رفت. امید ایران رسید بالاترین مجله ایران، 300 رو بزرگی او بود و دست دلبازیش. هیچ وقت غلام حسین صالحیار یادم نمیره. بگذارید اینا رو بگم، من باید بگم اینا رو، باید بگم صالحیار رو. در 25 سالگی من دبیر سرویس سیاسی روزنامه اطلاعات کرد و زنده یاد فرادخان مسعودی هم تایید کرد من. علی باستانی دستم رو گرفت. یادم نمیره دکتر حمید، دکتر محمود عنایت رو، مقالم رو در نگین چاپ کرد. یادم نمیره ایرج نبوی رو، بامشاد رو باز کرد. یادم نمیره اسماعیل پوروالی رو که اصلا اومد و مجله رو داد دست من روزگار نو رو. یادم نمیره. بگذاری تو اینجا با تو بگم، اینجا درد دلم میتونم بکنم، ببخشید.
یه پیام شفاهی پخش کنید. جناب دکتر نوری‌زاده سلام عرض میکنم، انشالله که همیشه سلامت و همینطور زیبا و جوان و خوشتیپ و خوشبوش باشید. در ضمن تولدتون رو تبریک میگیم. این سالها که از شما میگذره بس که شما جوانتر و زیباتر و قشنگتر هم میشید. در هر صورت شما سنی هم ندارید. امیدوارم که در کنار خانواده واقعا 150 سال زندگی قشنگی داشته باشه. قربونت برم. قربونتون برم. ممنونم عزیزم. تولدتون مبارک. خدا نگهدار. هزار سپاس. ممنونم نازنینم. ممنونم. پس یه پیام شفاهی دیگه که برم رو کتبیا. الو. آقای نوری‌زاده. خواهش میکنم این آقای فروزنده مرغ سحر ایشون را کمتر بیارید توی برنامه دون. چرا؟ چرا؟ چرا آقای فروزنده نتونه حرفاشو بزنه؟ حرفای عجیب غریب که نمیزنه. معرف یک بخشی از جامعه است. اون یه نگاهی داره، نگاهشو عرضه میکنه. عزیزم، الهی فدات شم. نگذشتنها و نگذاشتنها ما رو به اونجا کشون. بذار نویسنده، متفکر، گوینده دست و دلش نلرزه، خودسانسور نشه، حرفشو بزنه، گوش بده. دوست نداری انتقاد کن، همینجا زنگ بزن من پخش میکنم. دیدی چرا باش مخالف؟ چون حرفایی که میزنه شما دوست نداری. در طول روز آدم چقدر حرف میشنوه، بعضیشو دوست داره بعضیشو دوست نداره. فرامرز فروزندم یه آدم روشنفکر تحصیل کرده است، صاحب نظره، سالها داره برنامه اجرا میکنه. شما برنامه رو دوست نداری؟ بخیدم دوست دارم. تو گوش میدیم، ارزیابی میکنیم، انتخاب میکنیم. تلویزیون ایران فردا سانسور نداره. یک پیام کتبی رو براتون بخونم. سلام به کارکنان خوب ایران فردا و جناب دکتر نوری‌زاده. جناب دکتر، رقابت اصلاح طلبان با اصولگرایان فقط سهمی از قدرت بوده. حدود 1000 نفر در پست‌های در سطح وزیران تا مدیران دستگاه اجرایی، اصلاح طلبان دغدغه مردم را نداشت و ندارند. و این موضوع برای ما ثابت شده و خود اصلاح طلبان هم می‌دانند. قدرت اصلی و تعیین کننده که در سرنوشت کشور رو تعیین می‌کنه در ید قدرتشان نیست. مرتضی خرم‌آباد. مخلصم مرتضی جان، جانا سخن از زبان ما می‌گوید. سلام جناب نوری‌زاده، من واقعا از ته دل خدا رو شکر میکنم که یک ابرقدرت وجود دارد که جلوی این جنایتکاران ایستادگی کنه. اگه اینا قدرت داشتن همه را میکشتن. دومی که من معتقدم این حکومت انقدر جانی و جنایتکار است، اگه ببینه رو به شکست هست به خدا ایران رو با خاک یکسان میکنه. دیگه بقیهش هم همینه، من همین رو توضیح دادم و گفتم بهتون. و اینکه آخرین چیز میگه آقای نوری‌زاده، لطفاً به شرافت از قسم فیلم سینمایی لاک قرمز را در لابلای برنامه پخش کنید تا همه ببینن وضعیت اکثر ملت ایران چجوری است. این رو حتما پخش میکنم. دوست من، ساعت 25 یه خبر خوب بهت بدم. دارم فیلم رو، پسرم قول داد رفت از کمپانی فیلم رو میخره و من برای شما نشون میدم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، من که سیر نمیشم. پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همینجا. همه ای شما را به اون خدای زیبای عاشق ضد سید روح الله کشمیری خدعت ابن خدعه و دار و دستش میسپارم.